سلام میگم دوباره به تک تک شما عزیزانی که سلام نگفتم و خوشحالم که یک بار دیگه چهارشنبه با هم دیگه هستیم با این پرستش عالی میتونیم وارد کلام خدا بشیم یکی از موارد و نکاتی که یک ایماندار باید بدونه و ایماندار رو در واقع در بیداری روحانی و ارتباط صحیح با خداوند نگه میداره دونستن و اهمیت دادن به زمانهای خدا هست زمانها و رویدادهایی که در کلام خدا نوشته شده و اهمیت خیلی زیادی برای ما ایمانداران داره ایمانداران داره یک ایماندار وقتی این زمانها رو بشناسه و نه فقط بشناسه بلکه مطابق با این زمانها با این روزها دعای خودش رو تغییر بده زندگی خودش رو فکر خودش رو تطبیق بده و یا تغییر بده اون موقع هستش که میتونه همیشه در یک بیداری و یک هوشیاری و آگاهی خاص نسبت به خدا نسبت به روح خدا و کلام خدا زندگی کن زمانهایی که برای ما ایمانداران خاص هست چه زمانهایی هست تولد ایسای مسیح خداوند تجسم خدای نادیده هست مرگ و قیام او هست مرگ و قیام ایسای مسیح و واقعی عظیم و فرازمینی پنتیکاست است که نزول روح القدس پنجاه روز بعد از قیام ایساست این سه تا که گفتم فقط یک داستان و اتفاقات معمولی و ساده ای نبود که بگیم این اتفاقات 2000 سال پیش افتاد و تموم شد و رفت بلکه هر سه این اتفاقات رو وقتی که ما نگاه میکنیم تولد عیسی مسیح جسم گردیدن خدای نادیده مرگ او قیام او و روز پنتیکاست یک تغییر و تحول عظیم و غیر قابل توصیف و تصوری رو چه روی این زمین و چه در آسمان به وجود آورد هر سه این اتفاقات زندگی دنیایی روحانی و به جرأت میتونم بگم هر سه این اتفاقات نسل انسانها رو دوچار یک تغییر و تحول باور نکردنی کرد باعث این تغییر و تحول شد و امروزه هم هر سه این اتفاقات هنوز قدرت داره قدرت تغییر و تحول در زندگی ما داره درسته تک تک ما امروز به وسیله مرگ ایسای مسیح با باور به مرگ او به مرگ او و قیام او ما ایمان میاریم نجات رو دریافت میکنیم تک تک ما باور داریم که ایسای مسیح در قلب ما متولد شد و سمره پنتیکاست که اون تعمید روح القدس هست رو همه ما دریافت میکنیم اما همه اینا رو گفتم به, این برسم که هفته آینده روز جمعه روز جمعه و سلیب هست جمعه هفته آینده روزی که عیسی مسیح خداوند به صلیب کشیده شد و هفته آینده یک شنبه عید قیام هست و ما هر مثل هر سال روز یک شنبه قیام شکوهمند ایسای مسیح خداوند از مردگان رو جشن خواهیم گرفت و چیزی که مهم هست برای کلیسا برای ما به عنوان کلیسا ما نباید به این روزها و مناسبتها صرفا فقط به عنوان یک مراسم یا به عنوان یک جشن نگاه کنیم بلکه هر بار و هر سال ما به عنوان باورمندان به عیسی مسیح خداوند باید در این اتفاقات در این روزها یک تفکر و تعمق جدیدی داشته باشیم بیشتر به اینها فکر کنیم به حقیقتی که در پشت این روزهای مهم هست فکر کنیم اتفاقی که در این روزها افتاد و اثرات این اتفاقات مخصوصا الان بعد از دو هزار سال در زندگی ما اکثر ما که اینجا هستیم وقتی نگاه میکنم به چهره فکر میکنم میتونم بگم که ما به عیسی مسیح خداوند ایمان داریم شاید عزیزانی در بین ما باشن که هنوز در مرحله شناخت و جستجو هستن هنوز او رو به عنوان خدا و خداوند نپذیرفتن میخوام بیشتر آشنا بشن بفهمند که اصلا ایسای مسیح کی بود چی کار کرد چرا ما ایسای مسیح رو به عنوان خدا میشناسیم چرا او رو پرستش میکنیم دلیلش چیه شاید کسانی باشن که هنوز بخوام بدونن اما برای مایانی که خداوندی او رو پذیرفتیم با اعتراف با توبه با بازگشت میدونیم که نجات رو دریافت کردیم در نهایت مید گرفتیم و باور داریم که گناهان ما بخشیده شده و ما فرزندان خدا هستیم آمین و دلیل اینکه باور داریم گناهان ما بخشیده شد به خاطر چی بود قربانی عیسی مسیح به عنوان پسر انسان بود ما باور داریم طبق انجیل یوحنا باب یک که میگه خدا جسم گردید به روی زمین اومد و یوحنا میگه ما او را دیدیم خداوند ما انسان شد خداوند ما جسم گردید انسان شد هرچند که هیچ گناهی درش یافت نمیشد اما با اینکه او صد درصد انسان بود تمامیت ذات خدایی خودش رو داشت و صد درصد هم خدا بود او صد درصد انسان و صد درصد خدا بود او مثل من و شما انسان شد با این تفاوت که در طول زندگی زمینی خودش هیچ خطا و گناهی نکرد و چون بی گناه بود چون هیچ لکه و عیبی در او یافت نشد در او نبود خدا قربانی او رو پذیرفت خدا دو قربانی او رو قبول کرد او کشته شد به جای تک تک ما و هر کی به این قربانی بزرگ و عظیم ایمان بیاره کلام خدا این قول این گارانتی و تزمین رو بهش میده که گناهان او بخشیده میشه او در حضور خدا پاک و عادل محسوب میشه و هرگز دیگه برای گناهان خودش در داوری نخواهد افتاد آمین. آمین همه اینایی که تا الان گفتم خلاصه ای بود از درسایی که در کلاس حقجویان میشنیاویم و یاد میگیریم اما نکته ای که امشب میخوایم بهش توجه کنیم اینه که بعضی وقتا ما خیلی راحت در مورد نجات خودمون صحبت میکنیم و از کنار نجات خیلی راحت میگذریم به جرأت میتونم بگم من الان اگر از اکثر شما که اینجا هستید سوال کنم که عیسی مسیح کی بود و چیکار کرد همه تو خیلی راحت میتونید این پروسه نجات خودتون رو توضیح بدین در که توی حق جیان بود پسر خدا بود جسم شد روی زمین اومد به خاطر گناهان من مرد روی صلیب رفت بعد از سه روز قیام کرد با ایمان به مرگ او من نجات رو دریافت میکنم فرزند خدا میشه فکر میکنم این توضیح حد که همه ای ما میتونیم این رو بدیم اما آیا نجات ما یا بهتر بگم مرگ عیسی برای ما به همین راحتی و سادگی بود که ما ازش صحبت میکنیم از سرودای امروز متوجه شدیم. تمرکز ما امروز بیشتر میخوایم روی صلیب باشه روی جمعه و صلیب باشه روی جمعه هفته آینده اتفاقی که در این روز افتاد میخوایم به مرگ عیسی کم بیشتر نگاه کنیم به اینکه نجات ما حقیقتا با چه بهایی به دست اومد و عیسی عیسی خداوند چه بهایی رو پرداخت کرد در اون روز جمعه که گفتم به جمعه و صلیب معروفه او چه لحظاتی رو سپری کرد چه دقیقه هایی رو پشت سر گذاشت تا من و شما امروز بتونیم با خیال راحت روی این صندلی ها بشینیم از نظر من بهترین آیاتی که در کلام خدا این روز رو اون روز جمعه رو میتونه توصیف کنه و اتفاقی که در اون روز افتاد در کتاب اشعیا باب 53 هستش کل باب رو نمیخونیم اما اشعیا باب 53 از آیات دو تا ده رو با هم دیگه میخوایم بخونیم عزیزان که کلام خدا همراهشون هست میتونن باز کنن بقیه عزیزان هم میتونن گوش بدن روح خدا قادره که همزمان با اینکه شما میشنوید این کلام رو برای شما مکاشفه کنه کتاب اشعیای نبی باب 53 آیات دو تا ده رو من برای شما میخونم زیرا در حضور وی چون نهال و, و همچون ریشه ای در زمین خشک خواهد روید او را نه شکل و شمایلی است که بر او بنگریم و نه ظاهری که مشتاق او باشیم خار و مردود نزد آدمیان مرد درداشنا و رنج دیده چون کسی که روی از او بگرداندند خار گشت و به حسابش نیاوردیم حالان که رنجهای ما بود که او بر خود گرفت و دردهای ما بود که او حمل کرد اما ما او را از جانب خدا مزروب و از دست او مصدوم و مبتلا پنداشتیم حالا که به سبب نافرمانی های ما بدنش سوراخ شد و به جهت تقصیرهای ما له گشت تعدیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد و به زخمهای او ما شفا یافتیم و یا میابیم همه ما چون گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود رفته بود اما خداوند تقصیر جمیع ما را بر وی نهاد آزار و ستم دید اما دهان نگوشود همچون بره ای که برای می میبرند و چون گوسفندی که نزد پشم خاموش است همچنان دهان نگشود. با محاکمه ظالمانه برده شد چه کسی از نسل او سخن تواند گفت زیرا او از زمین زندگان منقطع شد و به سبب نافرمانی قوم من مزروب گردید گرچه هیچ خشونتی نورزید و فریبی در دهانش نبود قبرش را با شریران تعیین کردند و پس از مرگش با دولت مردان اما خاص خدا این بود اما خاص خدا این بود که او را له کرده به دردها مبتلا سازد چون جان خود را قربانی گناه ساخت نسل خود را خواهد دید و عمرش دراز خواهد شد و اراده خداوند به دست وی به انجام خواهد رسید از این آیاتی که خوندیم تصویر نبوتی اما حقیقی از عیسی مسیح است که اشعای نبی 700 سال پیش از اینکه این اتفاق روی بده 700 سال پیش از تولد عیسی در الهام روح خدا این آیات رو نوشت آیاتی که به زیبایی درد و رنج عیسی و وضعیتی که او در روز جمعه و صلیب تجربه کرد رو به ما نشون میده به کل این آیات امروز نمیتونیم بپردازیم من چهار قسمت از این آیات رو امروز انتخاب کردم که بتونیم بیشتر عمیق بشیم در عهد عتیق یهودیان مسیح موعودی که منتظرش بودند باور داشتن که یک مسیحی خواهد آمد خیلی زیاد با تصویری که اشعیا به اونها داد و امروز به ما میده فرق داشت یهودیان منتظر مسیحی بودند که به عنوان پادشاه با شکوه و جلال و درخشش آسمان خواهد آمد مسیحی که لشکریان آسمان او را همراهی خواهند کرد و او میاد تا تخت پدرش داوود رو برای همیشه در اسرائیل بنا کنه مسیحی که در کلام خدا بارها در عهد عتیق به چهره پر از زیبایی و درخشش او اشاره شده به زیبایی خداوند که تمام دنیا با دیدن او به پای او خواهد افتاد او رو خواهد پرستید داوود در مزمور 27 آیه 4 میگه یک چیز از خداوند خواستم و در پی آن خواهم بود که در همه روزهای زندگیم هم در خانه خدا ساکن باشم تا بر زیبایی خداوندم چشم بدوزم تا بر زیبایی او نگاه کنم به زیبایی خدا اشاره شده در مزمور 50 باب دو من از ترجمه قدیم برداشتم خیلی آیه زیباتر این آیه رو نوشته مزمور پنجاه آیه دو میگه میگه نور جمال او از مسیح صحبت میکنه نور جمال او نور زیبایی او از صهیون که جلوگاه زیبایی میدرخشد مسیح که میاد نور جمال او درخشش زیبایی او از صهیون که معبد خدا بود که منبع زیبایی میگه میدرخشه مسیح رو معرفی میکنه که جمال او سراسر درخشش و زیبایی هست و یهودیان منتظر این مسیح بودند از این باور و انتظار قوم اسرائیل بود که درست هم بود صد درصد درخشش و شکوه و جلال و زیبایی عیسی در آسمان خیلی زیادتر از چیزی بود که قوم اسرائیل تصورش رو میکردن باورش رو میکردن و هنوز هم این زیبایی هست اما تصویری که اشعیا از مسیحی که به خاطر من و تو شکوه و جلال آسمان رو ترک میکنه و به زمین میاد خیلی متفاوته برادر عزیز تو چه تصویری از عیسی مسیح در ذهن خودت داری؟ هر بار که عیسی رو به عنوان پسر انسان تصور میکنی او رو چطور تصور میکنی؟ مثل فیلم های هالیوودی که ساختن یک مرد جوان قد بلند با موهای طلایی سه شوار کشیده، پوستی روشن، صورتی استخانی و زیبا و درخشان که در وسط کشور اسرائیل و شهر اورشلیم که معمولا پر از آفتاب همه چهره تیره دارن نمیدونم چرا در فیلم های هالیوودی بلند بلوند هست اما اگر تو عیسی رو اینطور تصور میکنی متاسفانه باید بگم که کاملا در اشتباهی اون عیسی پر جلال، اون عیسی پسر یگانه پدر اون ایسای پر از شکوه که فرشتگان او رو میپرسیدن زمانی که به خاطر من و تو فقط و فقط به خاطر من و تو روی زمین اومد هیچ زیبایی نداشت هیچ درخشش و شکوهی نداشت و نه فقط زیبایی نداشت بلکه اشعیا در آیه دو میگه او نه شکل و شمایلی داشت که به او بنگریم نه ظاهری که حتی مشتاق او باشیم او نه شکل و شمایلی داشت که به اون نگاه کنیم و نه ظاهری که حتی مشتاق او باشیم ایسایی که از ازل در شکوه و جلال و زیبایی آسمان بود به خاطر من و تو زشت شد او که باید مثل یک پادشاه در کوچه های اورشلیم راه میرفت و میخرامید همه به اون نگاه میکردن نه فقط نگاه میکردن به سمتش می اومدن تعظیم میکردن ستایشش میکردن اشعیا میگه ظاهری نداشت که حتی آدمایی که از کنارش رد میشن برگردن بخوان نگاهش کنن ظاهری نداشت که حتی آدما دلشون بخواد او رو نگاه کنند و نه فقط این اشعیا در آیه سه میگه او خار و مردود نزد آدمیان چون کسی که روی از او بگرداندند خار گشت و به حسابش نیاوردیم روزی که او به سمت صلیب میرفت تو اون جمعه تاریک و سیاه دیگران او رو خار میشمردند خدایی که از ازل در درخشش و شکوه آسمان بود فرشتگان 24 ساعت رو میپرستیدن او رو انسان ها که نماینده من و تو بود او رو تحقیر کردند ایسایی که باید با شکوه و جلال ازش استقبال میشد انسان ها او رو رد کردند او رو پس زدند حتی به حساب نیاوردند آب دهان روی او انداختند او که در آسمان توسط میلیون ها میلیون فرشته پرستش میشد تمام فرشته ها یک صدا در آسمان فریاد می زدن قدوس 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 قدوس, قدوس از خداوند لشکرها تمامی زمین از جلال او مملو،, مملو است این سرودی بود که از 24 ساعت فرشتگان در آسمان برای عیسی می و او رو می پرستیدند. اما او به خاطر من و تو شکوه و جلال و عظمت خودش رو در آسمان ترک کرد زیبایی خودش رو ترک کرد به روی زمین اومد از طرف انسان ها خار شد پس زده شد ترد شد فقط و فقط به خاطر من و تو پولس رسول در رساله فیلیپیان باب دو آیات 6 تا 8 میگه او که همزات با خدا بود او که ذات او خدا بود از برابری با خدا به نفع خودش بهره نجست بلکه خود را خالی کرده و ذات و صورت غلام رو پذیرفت او که خدا بود در ظاهر و در صورت شکل یک غلام و برده شد روی این زمین به شباهت آدمیان درآمد و چون در سیمای بشری یافت شد چون انسان شد خودش خودش رو خار کرد تا به مرگ حتی مرگ بر صلیب واقعا این چه خدایی است عزیزان این چه خدای عالی است آیا میشه این کلام رو شنید و نسبت به این خدای فروتن و عالی بی تفاوت بود آیا الان که متوجه شدیم او چه قلب بزرگی برای من و شما داشت چه فروتنی بزرگی به خاطر من و تو کرد میشه عظمت کار او رو بشنویم و کسی که هنوز به او ایمان نیاورده به او ایمان نیاره میشه اسم او رو بشنویم و مثل شاگردان کلام او رو بشنویم شاگردانی که در راه امواس بودن دل لر در درون ما نسوزه و نخواهیم که با احترام فقط در حضور او بیستیم و با سر خم او رو پرستش کنیم مرد درد آشنا و رنج دیده آیه چهار میگه لاکن او غمهای ما رو بر خود گرفت و دردهای ما رو بر خیش حمل کرد و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مذروب و مبتلا گمان بردیم در فیلم هایی که از زندگی ایسای مسیح درست شده مخصوصا فیلم مصائب مسیح این رو میگم که شاید تصویری داشته باشید خیلی زیبا سنگینی و بزرگی اون صلیبی که عیسی حمل کرد به تصویر کشیده شد یک صلیب چوبی بزرگ و زمخت و عیسی که خودش یک مرد جوان بود یک مرد 33 ساله بود یک مرد قوی بود او طاقت و توان این رو نداشت که اون صلیب رو به تنهایی حمل کنه و مجبور شدن از یه مرد دیگه بخوان از شمعون قیروانی که عیسی رو در حمل صلیب کمک کنه عزیزان چه چیزی اون صلیب رو انقدر سنگین کرده بود؟ سنگینی اون صلیب چی بود که عیسی نمیتونست او رو به تنهایی حمل کنه؟ چه چیزی بود که اون صلیب چوبی رو اونقدر برای عیسی سنگین و طاقت فرسا کرده بود که چندین و چند بار از شانه های مبارک او افتاد چندین و چند بار عیسی از حمل اون ناتوان شد و هر بار دوباره ایستاد اون صلیب رو برداشت و به جلو رفت اشعیا میگه او غم های ما رو بر خود گرفت و دردها و رنج های ما بود که او حمل کرد در آیه چهار میگه میگه او دردها و رنج های ما رو حمل کرد عیسی صلیب رو حمل کرد درسته و اشعیا میگه این دردها و رنج های ما بود که او حمل کرد امروز در زندگی تو چه غمی وجود داره برای چه چیزی درد میکشی؟ برای چه چیزی قصه میخوری آه میکشی و دائم شب و روز کارتو شده فکر کردن به مشکل زندگی خودت از اون اگر ما ادعا میکنیم که مسیحی هستیم اگر ما ادعا میکنیم که عیسی مسیح خداوند ماست اگر به مرگ و قیام او باور داریم اما هنوز برای مشکلات و دردهایی هست که سالهاست مشکلات و دردهایی میاد که ما رو به صورت مختعی در رنج میبره اینها رو نمیخوام خار بشمارم اما مشکلات و دردهایی که سالها داریم به خاطرش قصه میخوریم سالها داریم به خاطرش فکر میکنیم مثل خوره به جون ما افتاده هنوز درگیر اینا هستیم میتونم بگم ما هنوز عیسی و صلیب او رو به درستی نشناختیم هنوز درک نکردیم که او برای ما چه کار کرد تمام بارها مشکلات دردها رنجهای من و تو بود که اون شاه شاهان روی اون صلیب در اون جاده که داشت میرفت که در شهر اورشلیم در اون زمان این جاده به جاده دولوروسا معروف بود به روی تپه جلجوتا و روی شانه های مبارک خودش حمل کرد او زیر بار صلیب رو خالی نکرد او صلیب رو زمین نگذاشت و تا به آخر به بالای تپه جلجوتا کشوند رسوند اون صلیب رو تا به من و تو بگه که من بار تمام دردها و رنجهای تو رو تا به آخر به دوش خودم کشیدم تا من و تو متوجه بشیم که دیگه من و تو نیستیم که باید بشینیم قصه بخوریم برای هر اتفاقی که میافته و زیر این بارها دردها و قصه ها له بشیم مریض بشیم کم بیاریم بلکه هر درد و ضربه‌ای که الان ما باید تحمل کنیم و هر زحمتی که ما باید ببینیم او دید او تحمل کرد تا من و شما امروز بتونیم در آزادی حقیقی پسران و دختران خدا زندگی کنیم آمین از این حقیقت صلیب ایساست که او رنج های ما رو بر خود گرفت و کسی حقیقتا پیروز هست میتونه در پیروزی حقیقی زندگی کنه که حقیقت صلیب رو باور میکنه نه فقط در زبان یا در فهم خودش بلکه در دل خودش در ایمان خودش میدونه که هر بار که درد و رنج و سختی در زندگی او میاد ایسای خداوند پیش از او اون رو حمل کرده و نه فقط حمل کرده تا انتها برده پولس رسول این رو خوب فهمیده بود و درک کرده بود برای همین در رساله فیلیپیان باب چهار آیه 6 و هفت میگه برای هیچ چیز نگران نباشید برای هیچ چیز نگران نباشید بلکه در هر چیز با دعا و استقاسه همراه با شکرگذاری درخواست های خود را به خدا ابراز کنید بدین گونه آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است دلها و ذهنهایتان را در مسیح عیسی محفوظ نگه خواهد داشت برای هیچ چیز نگران نباشید چطور میشه عزیزان؟ فیلیپیان باب چهار آیه و هفت مگه میشه برای هیچ چیز نگران نبود؟ مگه میشه؟ و میگه که نه فقط نگران نباشید بلکه میگه در هر چیزی برای هر چیزی با شکرگزاری درخواست و مشکل خودتون رو به حضور خدا بیارید مگه میشه در مشکلات در اوج دردها شکرگزاری کرد اصلا برای چه چیزی اون موقع با شکرگزاری کرد برادر خواهر عزیز وقتی که ما متوجه میشیم وقتی که ما درک میکنیم و ایمان میاریم که تمام درد تمام رنج و مصیبتی که بر ما میاد همه رو, مس... همه رو مسیح بر روی خودش حمل کرده و به خاطر دردهای من و تو او زجر کشیده مذروب شده اون موقع هستش که ما یاد میگیریم برای هیچ چیزی نگران نباشیم چون میدونیم زندگی ما درد ما رنج ما بر روی شانه های خداوند ماست و چه کسی بهتر از ما بهتر از او عزیزان میتونه بارهای من و شما رو حمل کنه چه کسی بهتر از عیسی میتونه بارهای زندگی من و تو رو حمل کنه چه کسی چه کسی بهتر از خدا میتونه مشکلات من و شما رو حل کنه چه کسی بهتر از او میتونه درد امروز من و تو رو به دوش بکشه و وقتی که اینو درک کنیم که او هست که درد و رنج امروز منو تو رو به دوش خودش میکشه حمل میکنه و تا به آخر میبره اون موقع هستش که قلب من و تو پر از شکرگزاری میشه اون موقع هستش که در اوج مشکلات میتونی رو پرستش کنی بگی مرسی خدا من که تو همه درد و زحمت من رو بر روی شونه های خودت برمیداری تا به آخر میبری و نیازی نیست که من بشینم و برای مشکلات خودم فکر بکنم قصه بخورم برای همین است که پتروس در اول پتروس باب 5 آیه هفت میگه تمام افکار خودتون رو به خدا واگذار کنید که او به جای شما یا برای شما فکر میکنه آمین و وقتی که عزیزان اینطور رفتار کنیم یاد بگیریم که اینطور زندگی کنیم میدونی چه اتفاقی میفته پولس رسول میگه آرامش خدا که فراتر از عقل توست فراتر از تصور توست دل و ذهن تو رو در مسیح عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت آرامش خدا نه آرامش دنیا نه تسلیح های انسانی که موقتیه آرامش خود خدا آرامش خود عیسی که اصلا در عقل من و تو نمیگنجه که این چه آرامشیه میاد و تمام دل و ذهن من و تو رو در حفاظت و امنیت خودش میگیره و تو در عیسی محفوظ خواهی من. آمین, آمین. آیه پنج و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تعدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم در ترجمه هزارینو میگه شفا میابیم به خاطر گناهان من و شما به خاطر نافرمانی های من و تو بدن مبارک خداوند سوراخ شد به خاطر هر گناهی که من و تو در زندگی خودمون در گذشته کردیم و یا هنوز میکنیم و یا در آینده مرتکب خواهیم شد بدن مبارک عیسی مسیح خداوند زخمی شد و شلاخ هایی که نوشته شده شلاخ فقط زنجیر نبود شلاخ هایی بود که بر سر هر دندانه این شلاق یک تیر خمیده بود که وقتی زده میشد به راحتی از روی پوست کنار کشیده نشه بلکه گیر کنه در پوست و پوست رو بکنه شلاخ هایی که بر سر هر دندانه او تیغی وصل بود که با هر ضربه شلاق این تیغ در بدن خداوند فرو میرفت گوشت رو از تن او جدا میکرد میدونید چرا ایزان او تمام این دردها رو تحمل کرد شعیا در آیه هفت میگه آزار و ستم دید اما دهان خودش رو نگوشود همچون بره که برای ذبح میبرند بره رو که میبرند که سرش رو ببرند گوسندی که میبرند که پشمش رو بچینند خاموش بود و دهان خودش رو باز نکرد میدونی چرا او دهان خودش رو باز نکرد او فریاد نکشید او درخواست کمک نکرد چون عیسی میدونست چون عیسی خیلی خوب میدونست اگر او تمام اون دردها و زخم ها رو تحمل نکنه هیچ چیز و هیچ کس دیگری در این جهان در این کائنات نخواهد توانست که بار سنگین و طاقت فرسای گناه نسل بشر رو بر خودش بگیره و متحمل اون درد و عذاب بشه او این رو خوب میدونست عزیزان من او شکنجه شد او شلاخ خورد آب دهان در روز جمعه به روی او انداختن و او مثل یک بره به قربانگاه خودش رفت چه زیبا یحیای تعمید دهنده وقتی اولین بار ایسا را از دور دید که به سمت او میاد گفت این از بره خدا که گناه را از جهان بر میگیره چه زیبا یحیا رو توصیف کرد بره که برای گناه قربانی شد برادر عزیز این رو بدون که برای آزادی و بخشش من و تو بهای گذافی پرداخت شد فقط برای اینکه من و تو نجات رو دریافت کنیم نه هیچ چیز دیگه فقط نجات رو دریافت کنیم به خاطر هر گناه من و تو بدن مبارک و پاک عیسی مسیح پاره شد و اشعیا میگه اون تعدیب اون تنبیه اون مجازاتی که ما باید به خاطر گناهانمون میشدیم بر او آمد و به خاطر این بود که صلح و آشتی بین ما و خدای پدر برقرار شد اگه تو امروز حضور خدا رو در زندگی خودت احساس میکنی اگه تو باور داری که با او صحبت میکنی خدا صدای تو رو میشنوه به تو پاسخ میده اگه تو باور داری که فرزند خدا هستی و خدا رو پدر صدا میکنی و هر روز از حضور خدا در زندگی خودت لذت میبری این رو بدون که همه و همه به خاطر اتفاق عظیم و بزرگی بود که در روز جمعت و صلیب برای عیسی افتاد بدن مبارک او زخمی شد شلاخ خورد و به هنگام صلیب کشیدن به دست و پاهای او میخ کوبیدن و بدن او بر روی سلیب نیزه زدن بدن او پاره شد تا من و تو امروز بتونیم خدا رو بابا صدا کنیم تا رابطه ما با خدا که سالها به خاطر دیوار بزرگ و قطور گناه غیر ممکن بود ممکن بشه صلح و آشتی برقرار بشه و نه فقط این صلح و سلامتی بین من و تو و خدا برقرار بشه بلکه اشعیا میگه به های او ما شفا یافتیم به های او ما شفا میابیم این شفا هر سه بود وجودی انسان رو در بر میگیره روح ما رو در بر میگیره روان ما رو در بر میگیره و جسم ما رو در بر میگیره اولین و مهمترین بود شفا شفای روح ماست که با بخشیده شدن گناه و تولد تازه ما رو به دست آوردیم زمانی که من و تو توبه و بازگشت کردیم از روح القدس پر شدیم شفای روح رو به دست آوردیم و امروز این شفای روح آمرزش و بخشش گناهان برای هر کسی که هنوز تجربه نکرده هنوز به دست نیاورده مجانی آماده است چون که عیسی یک بار برای همیشه بهای به اون رو پرداخت کرده دومین قسمت شفای روان ماست روان انسان از سه قسمت تقسیم شده فکر، احساس و اراده اگر هنوز افکار تو مریض هست اگه هنوز نمیتونی بر افکار خود تسلط داشته باشی اگه هنوز فکرهای ناامیدی، غم، حسرت، ماتم، فکرهای گناه در تو هست امروز به قوت خون و زخمهای مسیح میتونی شفا بیابی اگر به هر دلیلی در این دنیای سقوط کرده با احساسات تو بازی شده احساسات تو زخمی است درد و زخم عمیقی رو در دل خودت سالهاست حمل میکنی زخم‌هایی که چه از خانواده چه از جامعه چه از دوست و از هر طریقی به تو وارد شده ناعدالتی و ناحقی هایی که در حق تو شده برادر عزیز من امروز وقتشه که از زخم‌های مسیح شفا بیابیم اگه هنوز نمیتونی کنترل عمل و اراده خودت رو داشته باشی هزار بار تصمیم گرفتی که گناهی رو مرتکب نشی سراغ کار خلاف کلام خدا نری اما اگه هنوز هم کاری که دلت نمیخواد رو انجام میدی هنوز دلت میخواد در مسیر خدا بره اما عمل و اراده تو در مسیر دیگه و خلاف اون میره امروز وقتشه که از زخمای مسیح شفا بیابی و در آخر شفای جسم من و توست خون مسیح عزیزان این قوت و قدرت رو داره که هر مرض و هر بیماری من و تو رو امروز شفا بده پس امروز از زخمهای مسیح شفا رو دریافت کن آمین و آخرین قسمتی که میخوایم با هم نگاه کنیم آیه ده هست میگه اما خدا را پسند آمد که او را مذروب نموده به دردها مبتلا سازد میگه اما خدا را پسند آمد که او را مذروب نموده و به دردها مبتلا سازد در این چند سالی که من ایمان آوردم شش سال هست دودن، بارها این آیه رو خوندم و بهش فکر کردم اما تا به این لحظه هنوز نتونستم عمق این آیه رو بفهمم میگه خدا رو پسند آمد که پسر خودش رو پسر یگانه خودش رو پسر بیگناه خودش رو مزروب کنه میگه انگار خدا خوشش اومد که پسر خودش رو قربانی کنه مطمئن هستم عزیزانی که اینجا پدر هستن و یا مادرانی که این کلام رو گوش میدن خیلی بهتر میتونن عمق این آیه رو متوجه بشن آیا پدری هست یا مادری هست که حاضر باشه بچه خودش رو اگر هم یه دونه بچه داشته باشه فقط به خاطر یک مشت آدم گناهکار به خاطر آدمای زناکار به خاطر فاهشه ها به خاطر موتات ها به خاطر آدم الکلی حاضر باشه بچه خودش رو قربانی کنه تا اونها نجات بیابند تا شاید اونها نجات بیابند و خیلی از انسان ها نجات نمیابند آیا پدری هست که با خوشی این کار رو انجام بده؟ اما خدای پدر این کار رو کرد عزیزان زبان من از توضیح این آیه, قاصر قاصره برای همین یک فیلمی هست میخوایم با همین فیلم رو نگاه کنیم و امید من اینه اون چیزی رو که من نتونستم و نمیتونم زبان من قادره که بیان کنه روح خدا در این فیلم به شما منتقل کنه شاید قبلا این فیلم رو دیدید اما لطفا یک بار دیگه بهش توجه کنید و در دنباله عزیزانی که گوش میدن این فیلم رو دنباله این تعلیم خواهیم گذاشت. روز جمعه تو صلیب میتونم بگم یک روز وحشتناکی در آسمان بود. پدر باید یک تصمیمی رو میگرفت. مثل همین پدر. باید یک تصمیمی رو میگرفت. که یا تمامی انسانها آخرین فرصت بود که تمامی انسانها نجات رو دریافت کنند. یا تمامی انسانها حلاک بشند. و یا پسر خودش حلاک بشه. خدا اونقدر یوحنا 16 میگه اونقدر من و تو رو دوست داشت اونقدر من و تو رو دوست داشت که به خاطر ما پسر یگانه پسر بیگناه خودش رو قربانی کرد تا من و تو هلاک نشیم تا من و تو با این دنیا سقوط نکنیم در روز جمعه و صلیب فقط عیسی نبود که درد میکشید در روز جمعه و صلیب پدر هم درد کشید تا او بتونه به وسیله این قربانی دوباره به ما نگاه کنه ما یعنی که از او دور بودیم دوباره بتونیم به سمت او برگردیم همه این اتفاقات پر از درد و رنج عزیزان در روز جمعه و صلیب افتاد تا من و تو امروز اینجا نشسته باشیم تا من و تو امروز فرزند خدا باشیم اما سوال اینجاست که آیا سمره این اتفاقات توضیحاتی که دادم در قبل ثمره همه این دردهایی که عیسی تحمل کرد در زندگی امروز من و شما دیده میشه